مذاکرات برای نجات توافق هسته‌ای بین المللی با جمهوری اسلامی ایران از ساعتی پیش در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ایران و آمریکا هر یک با انگیزه خاص خود می‌خواهند تلاش کنند ایران و آمریکا دوباره مفاد توافق را رعایت کنند. همکنون ارتباط مستقیم داریم با همکارم گیتا آریان، خبرنگار اعزامی ما به وین. گیتا، اولین روز مذاکرات برای ما بگو تا این لحظه چگونه شروع شده؟ همطور که گفتی پیام از حدود 2 ساعت پیش این مذاکرات دیگه رسما آغاز شد، اما از صبح در واقع دیدارهای دو به دویی بوده و این بیشتر از طرف جمهوری اسلامی ایران بوده با نمایندگان مختلف اون کشورهای دیگه غیر از آمریکا. آقای عراقچی اینجا بین از یک هتل به هتل دیگه میرفت، دیدیم دوبار رفت آمد کردن. این دو هتل محل برگزاری یه صحبت ها هستن، یکی پشت سر من هست و ببخشید دیگری این طرف، به فاصله بسیار بسیار کوتاهی است که به راحتی میشه از یه هتل به هتل دیگه قدم زد. بعد از صحبت های دو جانبه که داشتن ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا صحبت ها شروع شد که به ریاست نمایندگی اتحادیه اروپا بود و هیئت های نمایندگی آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه در اون شرکت داشتن، به همراه ایران البته، برای اینکه ایران از ابتدا گفته بود که حاضر نیستش که در هیچ جلسه ای که آمریکا حضور داشته باشه شرکت کنه. آمریکا هم به این وضعیت رضایت داده، اما گفته که حاضر هستش که هر زمانی که ایران بخواد بشینه مستقیم با اون هیئت نمایندگیشون به مذاکره بپردازه. به همین خاطر هم هست که میدونین که به این مذاکرات فعلا غیر رسمی اطلاق کردن و اطلاق میشه. به هر حال فعلا این صحبت ها ادامه داره، جزئیات خیلی کمی بیرون میدن و اینکه حالا این وسط هیئت اروپایی در واقع این واسطه خواهد بود که بعد از صحبت با ایران با هیئت نمایندگی آمریکا صحبت بکنه، نظرات اونها رو در رابطه با اون چیزی که ایران میخواد آمریکا انجام بده منتقل بکنه و بالعکس نظرات آمریکا رو در رابطه با اون چیزی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی انجام بده به اونها منتقل بکنه. اتحادیه اروپا 2 تا کارگروه تشکیل داده که بعد از اینکه به این یک سری توافقای مهم اولیه برسن جزئیات اونها توسط این کارگروه ها ادامه پیدا بکنه. پیام، به موضوع ایران اشاره کردی که احتمالاً گفته به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، چشم‌انداز نتیجه گیری از این مذاکرات چگونه است؟ خب اینطور که یکی از دیپلمات‌های غربی گفته فعلا ظاهرا این مذاکراتی که از امروز شروع شده ممکنه تا یه چند روزی ادامه داشته باشه و بعد هفته آینده هم دوباره اثر گرفته بشه. بنابراین این خودش گویای این هست که حداقل هدف این هست. حالا تا اینکه عملا امروز چی بشه ته یه روز و در 2-3 روز آینده شاید تا آخر هفته به طور مثال، بنابراین باید در این زمینه صبر کرد ببینیم. ولی خب همه به گروه خارجی خیلی تمایل داره که جمهوری اسلامی ایران سختگیری نکنه و اینکه راه بیاد در واقع با آمریکا و حتی خود اونها. راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای امور ایران که سرپرست هیئت آمریکایی هست اینجا، اون یه مصاحبه ای داشتش همین دیروزش و گفتش که باید ایران در واقع، یعنی در پاسخ به اینکه آقای ظریف گفته که اول باید تحریم ها برداشته بشه، آقای مالی گفته که نه به هیچ عنوان، برای اینکه این خواسته ایران نشون میده که در رابطه با این مذاکرات اصلا جدی نیستش. پیام، و به عنوان آخرین پرسش از گرد همایی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نشست برامون بگو.
پیام یه گروهی کوچیک هست، ولی خب به هر حال درست روبروی هتل، اینجا یکی از این هتل ها ایستادن، تابلوهایی در دست دارن، بنرهایی در دست دارن، صحبت از حقوق بشر میکنن. حقوق بشر موضوع اصلیشون هست که وضعیتش در ایران بد هست و حالا تا چه مدت اینجا روبروی این هتل باشن نمیدونیم، ولی به هر حال دیدیم که همیشه مخالفان در این زمینه به خصوص هر جا که مذاکراتی بوده جمع شدن تا صدای خودشون رو در رابطه با وضعیت حقوق بشر به گوش نه تنها جمهوری اسلامی بلکه مذاکره کننده ها با اون هم برسونن. ممنونم، منتظر گزارش های بعدی تو هستیم. گیتا آریان، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین.